بریم ببینیم چه خبره در 24 ساعت گذشته از اخبار فوتبال ایران، اصلا ورزش ایران میگم که شما رو اصلا تو چند و چونه جریان اتفاقات ورزشی قرار بدم. پس لایک رو میزنید بریم ادامه ویدیو. مرسی. با فوتسال هم شروع کنیم که خب تیم ملی فوتسال ایران در دومین دیدار خودش تو مرحله گروهی تورنمنت شیشانبه برزیل کلمبیا رو با دو گل محمد حسین درخشانی و مشتبه پارساپور که در فاصله 1 دقیقه مونده به پایان بازی به ثمر رسید شکست داد و به عنوان تیم اول به مرحله نیمه نهایی راه یافت. اینم تصاویری از حضور افسر VAR در ورزشگاه آزادی، آقای ایکو گولولوچی، نمیدونم همچین چیزی بود، آره، که اومده و حالا اصطلاحا بازدید میکنه. سازمان لیگ هم گفته که سپاهان 5 میلیارد تومان بابت کارگزار کاوه رضایی پرداخت کرده. اینم از اون نکات جالبیه که اتفاقات سپاهان کماکان ادامه داره و حالا آقای ساکت قراره به مراجع بالاتر هم شکایت کنه و این داستانو ببره بالاتر، از اونجا رسیدگی کنه به این پرونده. اما آقای مهیار عسکریان سرپرست شرکت توسعه گفته که VAR تا پایان مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در استادیوم آزادی میمونه. اینم آخرین وضعیت بازسازی سکوهای استادیوم آزادی در فاصله 4 روز تا بازی پرسپولیس است که امیدوارم سریعتر اتفاق بیفته. اینم آقای یعنی بازدید آقای کیومرث هاشمی از ورزشگاه آزادی در آستانه دیدار پرسپولیس است. آقای قنبرزاده هم دیروز در برنامه ورزش و مردم پیمان یوسفی اومد روی خط و حالا توضیح داد در مورد اتفاقاتی که واسه باشگاه سپاهان افتاده و گفته که آقا اصفهان ستیزی نداریم و مطمئنن عدالت رعایت میشه. ساکت که خودش جزء ارکان فدراسیون متاسفانه هواداری سپاهان رو به کف خیابون آورد. متاسفانه بعد از اینکه کمیته انضباطی رأی باشگاه سپاهان رو صادر کرد، مدیرای این باشگاه به شکل نادرستی واکنش نشون دادن. از باشگاه سپاهان انتظار بیشتری میرفت چون مدیر عامل این باشگاه جزء ارکان فدراسیونه و به قوانین آشناست. مدیرای باشگاه سپاهان همچنین هواداره این تیم رو تهیج کردن و اونا رو به کف خیابون آوردن. باید بگم هیچ وقت اصفهان ستیزی در کار نیست و مطمئنن عدالت رعایت میشه. خود نمایندگان اصفهان در مجلس درخواست داشتن قراردادها ساماندهی و از ریخت و پاشا جلوگیری بشه. آقای قنبرزاده گفته که بعد از تعطیلات به پرونده قراردادهای پرسپولیس در کمیته انضباطی رسیدگی میشه. ببینیم با هم دیگه. الان پرونده پرسپولیس هم تحت اقدام کمیته انضباطی است. ما تکمیل کردیم، دادیم کمیته انضباطی، احتمالاً بعد از تعطیلات تشکیل جلسه میدن و به هر حال ما در صدور رأی هیچونه نقشی نداریم. حمید مطهری هم دیروز در برنامه ورزشگاه بود و حالا در مورد تیم ملی توضیح داد، گفت که تونستیم دو بازی خوب رو انجام بدیم. ما هم دلمون میخواد با تیمای بزرگی مثل آلمان بازی کنیم، اما همه شرایط رو میدونید. آقای قلعه‌نویی بارها به فدراسیون فوتبال نامه زدن و درخواست بازی‌های بزرگ رو داشتن. تیم ملی پلن بی رو تست کرد که حضور بیشتر سامان قدوس بود و این بازیکن نشون داد که چه کیفیت بالایی داره و انصافاً هم کیفیتش بالا بود. آقای قنبرزاده گفته که به ازای هر بازیکن یه امتیاز از سپاهان کسب شد، چون که خیلی از تیم‌ها هواداری پرسپولیس استقلال تراکتور اعتراض داشتن که آقا چرا همه یه امتیاز کم نشده، یعنی 12 امتیاز. آقای قنبرزاده گفته که به ازای هر بازی یه امتیاز از سپاهان کسب شد. اینم ادامه صحبت آقای قنبرزاده که گفته رونمایی از تقلب باشگاه سپاهان در قرارداد کارگزار هادی محمدی. قنبرزاده نایب رئیس فدراسیون فوتبال گفته که در پی بیانیه شب گذشته باشگاه سپاهان که پر از تناقضه، بعد از تعطیلات عین قرارداد و اصلاحیه اون رو روی سایت میذاریم. قرارداد عادی محمدی در عدد حروف فارسی و لاتین مبلغ 17 میلیارد تومان ثبت شده. این قرارداد و اصلاحیه اونطوریه که مصداق تقلب تلقی میشود. آقای قنبرزاده گفته که بالاترین رقم قراردادی که برای یه بازیکن داشتیم 104 میلیارد تومان برای دو فصل بوده، که رضا اسدی بوده دیگه اگه ناراحت نمیشن هواداری سپاهان. روند کاهش سن بازیکن‌های تیم ملی از زبان حمید مطهری گفته که این اقدام باید با یه شیب ملایم صورت بگیره به سان سر الکس که نه تیم ملی آسیب ببینه نه اون بازیکن‌ها دچار افشن. بعد از جام ملت‌های آسیا با شیب ملایم پوست‌اندازی در تیم ملی رو آغاز می‌کنیم که انگار بستن خودشونو تا جام جهانی. این صحبت آقای قنبرزاده هم بشنویم با هم دیگه که حالا در مورد سپاهان گفته. یک باشگاه بود که در واقع همین باشگاه سپاهان که تا روزهای آخر تقاضا میکرد که برای این فصل 600 میلیارد تومان، در واقع این 325 میلیاردی رو که ما تصدیق کرده بودیم تقاضای 600 میلیارد تومان داشت. هر وقت که موافقت نشد، در واقع بخشی از این گپی که بین 325 تا 600 بود انتقال داد به قرارداد سالهای بعد، که خب این به نوعی دور زدن قانون از لحاظ کارگروه و ما اینا رو دادیم به کمیته در واقع. آقای قنبرزاده
دلیل عدم دعوت از مهدی قائدی به تیم ملی چی بود آقای مطهری؟ میخوام بگم که مهدی قائدی و همه عزیزان، همه فوتبالیستای خوب کشورمون تو ماتریس تیمی ما هستن، همشون تو شکل تیمی ما، تو نظرات کادر تیم ملی هستن. به یعنی دقت آمادگیشو کامل ندیدید واسه این اردو؟ دقیقا یا گفتید به دقت بررسی میشن و با توجه به نیازهای تیم ملی و نیازی که تیم ملی با اون تیمایی که داره بازی میکنه ما نفراتو دعوت میکنیم و این نیست که واقعا بازیکنی بخواد از دست ما در بره، بر اساس نیازهای تیم، شایستگی‌های خودشون واقعا انتخاب میشن. مهدی قائدی هم خب تو تورنمنت کافا با ما بوده، همه بچه‌ها واقعا بچه‌های توانمندین، ولی ما نگاه می‌کنیم شرایط تیم و شرایط بازیکن‌ها رو، به جزئیات خیلی توجه می‌کنیم. شاید یه بیننده عمومی همینطوری فوتبال رو دنبال می‌کنه خیلی از جزئیات رو دنبال نکنه و علاقه ای که نسبت به باشگاهش داره مثلا جای بازیکن خواهد. اینم تعجب آقای حمید مطهری که حالا شایعه شده بود سردار آزمون در جام ملت‌ها حضور نداره، که گفت آقا نمیدونم این شایعات از کجا نشأت میگیره، الان نمیتونم پیش بینی کنم، ولی اینطور نیست که آزمون رو نداشته باشیم. سخنگوی AFC چی گفته؟ نمیتونیم محرومیت هواداری پرسپولیس رو به تعویق بندازیم. آقای بهران گفته که نمیتونیم محرومیت رو به تعویق بندازیم. باشگاه پرسپولیس قبلا با جریمه انضباطی مواجه شده و دیدار این تیم با انس بدون حضور تماشاگر برگزار میشه. ایشالله هواداره پرسپولیس میتونن برای بازی های بعدی به ورزشگاه بیان. کنفرانس خبری دیدار پرسپولیس انس رم بگم که دوشنبه ساعت 16:00 الی 16:30 یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس میاد. حالا نشستم تو ورزشگاه آزادی ها. دوشنبه ساعت 17:15 الی 17:45 سرمربی انس عربستان میاد. حالا سعی میکنم پوشش رو هم داشته باشم، واسه حمایت از من میتونید الان دکمه لایک رو هم بزنید. آخرین تمرین پرسپولیس انس در ورزشگاه آزادی که حالا سایت رسمی باشگاه پرسپولیس اومد گفت که 5 تا 6 دوشنبه تمرین پرسپولیسیاس، 6 تا 7 هم تمرین انصریاس، که یه بار دیگه آرزوی موفقیت میکنم واسه پرسپولیسیاس. سپاهان هم بعد از حالا اظهارات تند منصور قنبرزاده از این آدم شکایت کرده و گفته که علارغم تاکید مقام اول فدراسیون فوتبال در خصوص خیشتنداری طرفین و عدم رعایت این مسئله از سمت منصور قنبرزاده و در پی اظهارات بی اساس، اتهامات واهی و صحبت‌های تنش‌زای نایب رئیس فدراسیون فوتبال در برنامه تلویزیونی ورزش و مردم و همچنین توهین‌های اون به نمایندگان محترم مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی مردم شریف اصفهان و هواداری عزیز سپاهان از اون به مراجع قضایی مربوطه شکایت می‌کنن. میگم دیگه این داستانا کماکان ادامه داره. تمرین بارانی ملی پوشان در هانگژو که تیم امید کشورمون برای حضور در 19 همین بازیه آسیایی وارد چین شده، اولین تمرین خودشو در هانگژو برگزار کرد. این تمرین در یه هوای بارونی برگزار شد، شامل چندی بخش تاکتیکی بود که حالا شاگردای رضا عنایتی با انرژی و روحیه بالا کار کردن. آرزوی موفقیت میکنم واسه تیم ملی که اولین بازی خودش هم باید به مساف عربستان سعودی بره. اینم نامه باشگاه آلومینیوم که حالا نامه زده به سازمان لیگ و خواستار اجرای قوانین در خصوص پرسپولیس شده. عکس یادگاری جالب رضا عنایتی و شاگرداش در اولین تمرین تیم امید در هانگژو. غیبت باهویی برابر النصر هم تایید شده، یعنی آقای نبیل باهویی که حالا مورد تایید یحیی گل محمدی هم نبوده و به این تیم اومده به بازی با النصر قطعا نمیرسه، اما بامداد همین امروز بود که اومد به تهران و حالا امیدواریم که بازیکن خوبی باشه و بتونه به پرسپولیس کمک کنه. همه بازیکن‌های خارجی ها اصلا کاری به پرسپولیس ندارم، استقلال که گوستاو بلانکو هم گرفته، امیدواریم خوب باشه تا بتونه به سطح کیفی لیگمون کمک کنه. حتی یه چند تا محمد عمری و چه میدونم زبیر نیک نفس از بازیکن‌های خارجی یاد بگیرن. طبقه دوم آزادی توسط پرسپولیسیا ماکت میشه. در شرایطی که استادیوم آزادی در حال بازسازی و آماده سازی برای این جدال حساسه، کانون هواداری پرسپولیس برنامه ویژه‌ای رو در نظر گرفتن و قصد دارن طبقه دومو با طراحی ویژه مهیای این جدال کنن. همگروهی ایران با برزیل و انگلیس در جام جهانی نوجوانان که چه گروه سختی اما بهش برخورد کردیم. باشگاه سپاهان هم هنوز اقدامی برای اصلاح قرارداد 6 بازیکنی که سازمان لیگ خواستار تعدیل مبالغ اونا شده انجام نداده. تراکتور با نتیجه 4-2 نود ارومیه رو شکست داد که سیامک نعمتی دوبار، آلوارو خیمنز و مهدی حسینی گلزنای تیتیا بودند. اینم واکنش جالب بازیکنای تیم ملی نوجوانان ایران در هنگام مشخص شدن قرعه ایران در جام جهانی و همگروه شدن ایران و برزیل. ببینیم با هم دیگه. Let's go.
اینم که حضور اولیور کان در تمرینات انس که اوه خیلی انس اصلا کلن عربستانی ها چه کسایی رو دارن میارن به کشورشون. عضو هیئت مدیره سپاهان هم گفته که ما در جایگاه یک مظلوم قرار گرفتیم. آقای میرایدری گفته که اینکه دوستان روی قرارداد هادی محمدی مانور میدن به دلیل دست خالی اوناست. همچنین گفته که ما در فرصت نقل و انتقالاتی قرارداد رو اصلاح کردیم، دیگه چه کاری باید انجام میدادیم. میگه مشکلی برای ثبت قرارداد آل کثیر و دابو وجود نداره. اگه از سپاهان 4 امتیاز کم کردین، از باشگاه‌های متخلف دیگه چند امتیاز می‌خواید کم کنید؟ ما در سپاهان خیلی از مسائل سایر باشگاه‌ها رو می‌دونیم، اما مردونه عنوان نکردیم. تعجب کردیم که این 4 باشگاه با چه اعتماد به نفسی از ما شکایت کردن. اینم تصاویری از تمرین دیروز پرسپولیسیا. اعتراض رحمتی به نصیرزاده هم ببینیم با هم دیگه. انتظارمون این بود که آقا حداقل قوانینی که دارن می‌نویسن، عزیزانی که زینف بودن در نوشتن اون قراردادها و اون قوانین، حداقل خودشون رو نمیدیدن، بقیه تیم‌ها رو میدیدن. اوه اینم افشاگری سید مهدی رحمتی درباره خدافظی از تیم ملی. این واقعا دیدن داره، اینو با هم دیگه حتما ببینیم. کسی منو دعوت نکرد. آ یعنی خدا از اونجا خدافظی کردی؟ از اینجا پی سلام کردی که خدافظی کنی؟ نه خدافظی که من میدونی دنبال چی هم، چی شد نمیشد مثلا به تعامل برسید؟ اصلا نمیشه برگشت. به حال همون حرف اول، سید مهدی رحمتی کسی بوده که سرمایه بوده، سرمایه‌گذاری شده روش. هر کسی ببینید آقای توتونچی، هر کسی یه شخصیتی داره و هر چیزی یه بهایی داره. شما نمیتونی بگی این گوشی موبایل یا این لیوان آب 100,000 میلیارد میارزه. این یه قیمتی داره، اینم یه قیمتی داره. حالا ارزشش مشخص. اگر قرار باشه هزینه بیشتر پرداخت بکنی برای هر چیزی که به قیمت آبرو تموم بشه، به قیمت اعتبار تموم بشه و به قیمت خیلی چیزهای دیگه تموم بشه، من خودم به شخص موافق این نیستم. شاید خیلی های دیگه اگر جای من بودن نامه که سهله تومار امضا میکردن و جمع میکردن و خیلی کارهای دیگه میکردن، میرفتن تک تک از همه در خونه اسخایی میکردن که برن جام جهانی بازی بکنن. چه بسا یه سری بازیکن‌ها بودن که این کارو کردن، ساک میبردن، کلمن آب میبردن، کفش واکس میزدن. خیلی حرفا دارم که بزنم. میدونید چرا؟ به دلیل اینکه توی یه پروسه زمانی خیلی بلند خیلی حرفا راجبم زده شده و خیلی صحبت شده. آره این سکوته و خدافظی از تیم ملی ولی الان نه، ولی الان توی شرایط و یه جایگاهی هستم که مسئولیت دارم و اصلا نمیتونم این رو بخوام ذهنم رو درگیرش بکنم و بخوام. مطمئنن اگر شرایط مهیا بشه فکر میکنم برای همه مردم ایران و همه استقلالی ها جذاب باشه که این صحبت ها رو بشنن. آره دقیقا منظور ما هم همین بود که چه قراره بگی و در مورد یه سری از آدم ها که ازشون بوتی ساختن برای خودشون تجدید نظر بکنن. اینقدر پیچیده؟ نه پیچیده نیست، خیلی واضحه. همه آدم، همه ما یه شخصیت حقیقی داریم، یه شخصیت حقوقی. شخصیت حقیقیمون از همه پنهانه، شخصیت حقوقیمون رو همه میبینن. و شما چند سال گرونترین بازیکن؟ آها این عکس خیلی جالبه. شما بعد از که کیروش برگشت بله. یه دیدار با کیروش داشتین بله. و همدیگر رو شما در آغوش نگرفتی، کیروش در آغوش گرفته شما. شاید دست اون برای در آغوش گرفت. ربطی به اون نداره. حالا نه نه شو داستان و عشقیش نکن. آره دیگه میخوام بگم یعنی اینقدر صمیمی و خیلی فکر میکنم آقای کیروش تازه اومده بودن و مسئولیت تیم ملی رو قبول کردن. خب چی گذشت؟ با استقلال ما بازی داشتیم. فردای اون روز مترجمشون با من تماس گرفت و گوشی رو داد به آقای کیروش و ایشون از من دعوت کرد برم سر تمرین تیم ملی و منم با افتخار این کار رو انجام دادم. اگه مثلا 15 سال پیش 10 سال پیش بود این کارو انجام نمیدادی. میدونی چون یه حرفی زدی، من میخوام میگم آدم‌ها رو به تکاملن. بله الان یه حرف قشنگی زدی، این نکته آموزشی من گرفتم چون من خودم نه، من که خودم مربی نیستم،
نفرمایید آقا پرو لایسنس داریم و نداریم ما نه آقا من اون مدرکی شما داری دارم ولی میخوام بگم که این تکامله این آقای مؤسس یه حرفی رو میزد تو کلاس ما میگه آقا حوصله کنید یاد بله. سید میگه حوصله بله. کنید حوصله کنید آقا هر کی یه نظری داره در مورد شاید نظر سید اینه توتون چی تو نظر دینه شاید نظر تو هم درست باشه ببین بله. تو کار این چی میشه میخوام بگم این حرفی که زدی حرف پخته ای بود به دل من نشست چرا چون یه اتفاق یه روزی افتاده 10 سال گذشته الان در کسرت سرمربی یک تیمی هستی که آسیایی 100 درصد آدم ها عوض بشن همین. اصلا اینجوری نیست شاید اون موقع من جوون بودم شاید الان تو این سن بودم یا تصمیم دیگه ای میگرفتم که کینه آدم داشته باشه نه و آقا نه زنگ زده چرا برم اصلا بحث کینه نیستش نه آقا من برای همه احترام قائلم برای همه من کوچیک همه هستم مخصوصا توی پس از کالوس کیروش دلخور نیستی تو عکس کینه میگی نه آقا چرا دلخور باشم خیلی هم خوب ایشون یه اعتقادی داشت و من خلاف اینه ایشون گفت باید از من عذرخواهی بکنی و تک تک بازیکنهای تیم ملی که برگردی تیم ملی منم این کارو نکردم فقط هم مردم کشورم عذرخواهی کردم خیلی اگر یادتون باشه برنامه زنده تلویزیونی هم بود که خیلی بله. اصرار شد که از ایشون عذرخواهی بکنم و من نکردم چون من در حق ایشون کاری نکرده بودم که بخوام عذرخواهی کنم دستور سکوت رئیس فدراسیون فوتبال به سازمان لیگ و کارگروه ناظر بر قراردادها از سوی رئیس فدراسیون فوتبال مهدی تاج مسئولین سازمان لیگ و کارگروه ناظر بر قراردادها به منظور آرامش و حضور مقتدرانه تیم‌ها در جام باشگاهی آسیا از هر گونه مصاحبه تا شرایط مناسب منع شدند دیشب مهدی طارمی ما هم یه گل به آمادورا زد و میخوام گلش از زاویه دوربین پورتو با هم دیگه ببینیم جلسه درویش و گل محمدی برگزار شد رضا درویش و یحیی گل محمدی دیروز جلسه با هم دیگه درباره مسائل تیم برگزار کردن و با هم به گفتگو پرداختن تو این جلسه دو طرف پیرامون دغدغه‌ها و مشکلات اعضای تیم دیدار با انس و حضور قدرتمند در لیگ قهرمانان آسیا و سایر برنامه‌های پیش روی تیم با هم دیگه صحبت کردند درویش هم بر تلاش باشگاه برای رفع مشکلات مالی و دغدغه‌های بازیکن‌ها تاکید کرد الهلال عربستان که دیشب 6 تا به الرياض زد و یه خط و نشونی کشید برای تیم‌های نساجی حالا یا بمبئی که در گروهشون قرار دارن تو آسیا اینم صفحه رسمی AFC که با انتشار این ویدیو گفته مهدی ترابی توپ بیاد روی پای چپش گله پای چپش پای راستش نه حالا برحال این از بسته جامع ما در 24 ساعت گذشته فضای مجازی امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید لایک و سابسکرایب یادتون نره فعلاً